جایی برسیم که پدر و مادرها بتونن ویژگی‌های فرزندشون رو سفارش بدن. آخ آخ، کاش این کارو بشه کرد یه روز. ننه باباها فقط کافیه که موقع سفارش تیک مفتخوری و داشتن پهن در مغزو نزنن واسه بچه‌هاشون. جامعه خود به خود از هر گونه آخوند و لباس شخصی و سرکوبگر و ارزشی پاکسازی میشه میره. چند سال دیگه علم به جایی میرسه که انسان‌ها راحت بتونن 120 ساله بشن. علم به اونجا نرسیده هنوز؟ خب این دانشمندا بعد چرا نمیان به جای موش و خوک این جنتی رو ببرن تو آزمایشگاه مطالعه کنن روش؟ سال 2050 سال تولید قطعات یدکی انسانه. خب خدا رو شکر، امیدوارم مغزم قاطی اون قطعات یدکی انسان باشه حتما. اینجوری شاید بشه در آینده یه فکری واسه این پهن مغزا کرد. اینا همینجوری با همون یه قطعه فابریک خودشون صبح تا شب دارن تحریک میشن دیگه. وای به حال روزی که 3-4 تا زاپاس هم نصب کنن لاپاشون دیگه. با دیدن گربه ماده هم یه جوری تحریک میشن که یه باجناق سالم رو زمین نمیذارن بمونه. یعنی ما محدودیت تولید یک انسان کامل رو خودمون لحاظ میکنیم حتی اگر تواناییش رو داشته باشیم. شما هنوز بعد 45 سال به توانایی تولید یه پراید کامل نرسیدید. موتور و ترمز و لنت و خلاصه نصف قطعات چه از چین میارید اینجا پیش موره میکنید به هم. بعد انسان کامل توی آزمایشگاه بسازی؟ شما نهایتاً بتونید با جفت‌گیری چیزی مثل پرپکان تولید کنید. الان ایلان ماسک و رفقاش به نوعی همکار شما محسوب میشن. اون که معلومه نه. ولی عوضش آمنه سادات و رضوانی و سلامی و بقیه کاسه لیسای تلویزیون همکار تو محسوب میشن. به من میگی کاسلی نیست، اشکال نداره، نمیترسم، هراس نمی کنم، باش روبرو میشم. کاسلیسی که ترس و هراس نداره، شرم و خجالت داره که خب یکی مثل تو بویی ازشون نبرده. اگرم کاسلیسی میکنم از مملکتم میکنم، از افراد کشورم میکنم. کار تو البته از مالیدن و خاریدن و لیسیدن گذشته. عملا هرچی کاسه و قاشق و چنگال بوده رو با سفره یه جا قورت دادی رفته دیگه. فقط مواظب باش تو گلوت گیر نکنه یهو بمیری.